در واکنش به دستگیری حجمل حقیقی و سه همکارش. فرهاد دریا در صفحه فیسبوک خود نوشته است: چندین روز با خودم جنجال داشتم که در این مورد بنویسم ننویسم، بنویسم ننویسم. یکی که پای ادعاهای اهانت و مقدسات دینی در میان بود و من از مشت و یخن شدن با ملت غیور و مجاهد و شهید پرور تجربه های تلخی دارم. گذشته از این، کسی حق ندارد بر باورهای دینی دیگری اهانت روا دارد. بالاخره نتوانستم با وجدانم کنار بیایم و خاموش بمانم. من نظرم را در کمال انصاف می نویسم و اگر شما عزیزان هم خواسته باشید می توانیم یک گفتمان سالم داشته باشیم و هر دو به راحتی نظر و فکری خود را بنویسیم، به آن که بر یکدیگر خود بتازیم. اگر با من موافق باشید، لطفاً به منظور حمایت از اجمل حقیقی این مطلب را امگانی سازید. شماره اول. اعترافات جبری مثل آفتاب روشن بود. پس از چند مشت و لگد و چند قنداق، کاغذی را در برابر چشمان چند جوان بیچاره گرفتند تا آن را به نام اعتراف پیش روی کمره بخوانند. دو. اجمل حقیقی با نجات یک معتاد و یک جوان رانده شده از خانواده و اجتماع، کاری بزرگ انسانی را انجام داده و هرگز مستحق چنین عقوبت نبود. خداوند خودش شاهد بود که اجمل حقیقی چگونه به یک ناامید امید، به یک انسان بیکس و بیکوی زندگی و اویت و به یک بیمار امیدی دوباره به زندگی بخشید و بر لبانش لبخند آورد. این کاری اجمل در دین اسلام معادل اجی اکبر است. 3. اجمل حقیقی برای ترویج فرهنگ و لباس های وطنی کار میکرد. اگر حمایت و به نمایش گذاشتن لباس های ملی و وطنی ترویج فحشا است، پس خدا هرچی عاجل تر باقی بیماران را هم شفایاب کند. 4. توهین به مقدسات کار ناپسند و اشتباه است. اما یک بیماری روانی در مقابل هر نوع قضاوت معافیت دارد. اجمل حقیقی و حتی غلام سخی این جرأت اخلاقی را داشتند تا گناه خود را قبول کنند و از مردم معذرت بخواهند. اما اسلام دین هایی که در قضیه اجمل حقیقی اینقدر رگ غیرتشان پندیده است، می توانند بگویند که چرا در مقابل ازیان ها و کفرگویی های خود طالبان سکوت کرده اند. آیا احکام شریعت فقط بالای چند فرد عاجز و معصوم تطبیق می شود؟ غلام سخی مسکین نمی دانست که در این عجب آباد هر چیز امکان دارد. امنیتی ملی هم می برندد و با قنداق و فرقت می زنند. باز به زور برچه یک اعتراف مسخره ویدیویی هم ازت می گیرند. دیگه چی می خواهی؟ فرهادی دریا.